بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستین. 3 جوزا و برابر با 20 جون 2022 میلادی است. من نصیر موحدی هستم و توجهش مرا جلب میکنم به تازه ترین خبرها از افغانستان، به خصوص خبرهای از بلخا، پنجشیر، اندراب، هرات و دیگر مناطق افغانستان هم انتخاب کردیم که به سمع شما خواهیم رسان. خواهشان اگر از دریچه فیسبوک بیننده هستین این گزارش را لایک بزنید و به اشتراک بمانید و اگر از دریچه یوتیوب به جمع پیوستین سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندین. خواهش میکنم دوستو اگر شما لایک بزنید در یوتیوب باز این ویدیو بیشتر با دوستان دیگه هم معرفی خواهد شد. من خبرها را از بلخا باز میکنم. فعلا وضعیت بلخا در حالت قبلی هست و کدام تغییر نامده، برخی خبرها هم نشر شده مبنی بر اینکه کدام تفاهم بین طرفین با پادرمانی بزرگان مناطق مرزی به وجود آمده که هرگز خبر تا به حال تایید نشده. اما منابع مردمی هم در گفتگو با سنترال افغانستان بارها تاکید کردند که در نوار مرزی ها هم چون نیروهای گروه تا جابجا هستند، مستفیدان و بزرگان اون مناطق هم بارها با اونا صحبت کرده که تا درگیری در این مناطق صورت نگیره. مولوی مهدی هم صحبتی که با مردم بلخاب داشته و چی با کسان دیگه و چی حتی دستیارانش و افراد نزدیک به او گفتگوی با رسانه ها داشته، تاکیدشان بر این بوده که ما رعیت همین نظام کنونی در افغانستان هستیم، اما به دلایل شخصی و آنچه که قبلا هم با مردم مطرح کردیم نمیخوایم در حکومت کار بکنیم، ولی قرار نیست که در برابرشان هم بخیزیم و کدام برنامه برای مقاومت و تشکیل مقاومت و یا امثال هم ندارم. در خانه خود نشستم و من امیدوار هستم که تنش ها ختم شود و حداقل بگذاره که من در اینجا کار خود را بکنم. این مسئله بودن. و اما این که برخی رسانه ها دوستان، ما قبلا در خبرهای خود هم اشاره کردیم، خبرهای بسیار تند و تیز نشر میکنه و خیلی مورد ها، اما هرگز چنین چیزی نیست. در اطراف بلخا باز هم تاکید میکنم که سفرهای جنگی هست، یعنی برخی جیران هایی هستند که در درون نمازی گروه حاکم عملا در تلاش است که حتما باید بالای بلخا حمله صورت بگیره، اما جیران های مخالف خود هم داره که اونا عواقب از اینا نگران هستند. اما مولوی مهدی، ما بارها هم قبلا هم تکرار کردیم، حالا هم تکرار میکنم که کدام برنامه نظامی نداشته و ای که برخی ها باز از من انتقاد میکنه که تو مولوی مهدی را کم میزنی، حالا اون نظر شخصی اونو هستن، اما این وضعیت است. مولوی مهدی ما گفته اگر بالا من جنگ تحمل شد، من قطعا تلاش خواهد کردم که از خود دفاع بکنم، اما خواهان درگیری نیستم و کدام جبهه مقاومتی هم در این تشکیل ندادیم و هر خبری که به مرکز رسیده هم دروغ است. فعلا بلخ وضعیت همین گونه است، اما چهار طرف بلخ هنوز هم نیرو جابجا هستند و امکانی درگیری و هر چیزی دیگه در آینده هم وجود داره. من قبلا همین رو در لایف های قبلی خود گفتم و باز هم میگم. من خبرها را از پنجشیر دوستان عزیز ادامه میتم. منابع مردمی در پنجشیر میگوید که افراد گروه تا یک نظامی حکومت پیشین را به اسم عبدالمبین در ولایت پنجشیر زحف کرده و واقعا این نگران کننده است، در حالی که اینها داد از حکومت اسلامی و انسانیت میزنند، اما با کدام منطق و وجدان یک انسان را سر میبرد؟ هنوز مشخص نیست که چرا این نظام حکومت پیشین را آنان سر بریدن، اما باشندگان محل میگویند او هیچ ربطی به مقاومت نداشت و پس از سقوط حکومت کاملا در خانهش بود و مصرف کارهای شخصی، اما اینک توسط نظام گروه تا سر بریده شده و بعدا پیکرش نیز به دریا انداخته شدند. از سوی هم منابع مردمی مدعی هستند که یک تن از باشندگان پنجشیر توسط نظامیان گروه تا به شدت شکنجه شده و در نهایت او بیهوش شده و به شفاخانه انتقال داده شده است. این مرد فریدالله نام داشته و باشنده ولسوالی عنابه است و گفته میشه که او روز گذشته بدون دلیل از محل سکونتش از نزدیک دفتر ولایتی کمیسیون پیشین انتخابات در پنجشیر بازداشت شده و اکنون به شدت شکنجه شده و به شفاخانه هم منتقل شدند. در همین حال جبهه مقاومت ویدیوهایی را منتشر کرده که نظامیان گروه تا با چرخبال مواد غذایی به نظامیانشان در فراز تپه های پنجشیر منتقل میکنند. این جبهه گفتند در حالی که مسئولان گروه تا جنگ پنجشیر را انکار میکنند، اما ویدیوهای توسط خودشان به بیرون درس کرده که نشان میدهد آنان در پنجشیر هزاران نیرو جابجا کرده و اما نتوانستند توافقی در برابر مقاومتگران داشته باشد. سفر هیئت وزارت داخله به بامیان و دایکندی برای تطبیق تشکیل و تصفیه صفوف نیروهای گروه تا، این عنوانی است که یک از رسانه‌های محلی زده و گفته است که به تازگی یک هیئتی از وزارت داخله گروه تا به بامیان و دایکندی سفر کرده تا به گفته خودشان روند تصفیه نیروهایشان را ادامه بدهد.
گفتم میشه که این گروه معتقد است که هنوز در بامیان و دایکندی یک عده افراد هستند که خلاف پالیسی از این گروه فعالیت میکنه و اینا قصد داره که حالا بایومتریک بکنه تا شناسایی بکنه که اگر کسانی واقعا از خودشان و از دلشان نبود را منفک و یا برکنار و یا ممکن است عده‌ای را حتی مجازات کنند. این در حالی است که قبلا بسیاری از کارمندان حکومت قبلی که در بست‌های ملکی کار میکردن در ولایت‌های بامیان و دایکندی از سمت‌هایشان برکنار و افراد دیگر جاگزین شدند. این افراد که شمارشان به صدها تن میرسند قبلا هم در گفتگو با سنترال افغانستان و برخی رسانه‌های دیگر مدعی شده بودند که چندین ماه معاششان نیز بالای حکومت مانده ولی پرداخت نشدند و اکنون با شرایط سخت اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. نظامیان و مسئولان گروه تال و هیئتی به خصوص به بامیان رفته، امروز هم صحبتی با رسانه‌ها و مردم داشته و گفته ما به خاطر شناسایی این افراد قرار است که روند بایومتریک را دوباره از سر بگیریم، هرچند چه کسانی که قبلا بایومتریک شده و یا نشده ولی ما می‌خوایم بایومتریک را کامل بکنیم. در همین حال مراجعین ریاست معارف ولایت بامیان از برخورد تبعیض‌آمیز و واسطه بازی در این نهاد خبر می‌دهد. یکی از باشندگان ولایت بامیان با فرستادن ویدیویی به سنترال افغانستان مدعی است که رئیس معارف ولایت بامیان افراد و اشخاص را از بست‌های معلمی و حتی بست‌های اداری و بست‌های مدیریت مکاتب برکنار کرده و افراد نزدیک به خودش را جاگزین می‌کند. از سوی هم آنان مدعی هست بسیاری از مراجعین که نیاز به امضا و یک امر و کارهای اداره داره با مشکلات زیادی روبرو میشه، زیرا رئیس و افراد و دور دسته‌شان برخورد سلیقه‌ای با مردم داره و حتی از برخی برای انجام کارشان درخواست رشوه و پول می‌کند. خبری هم از اندراب‌ها و خسته‌فرینگ داریم. برالای سنگین از فرماندهان جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود میگوید که در درگیری‌های شب گذشته در خسته‌فرینگ ولایت بغلان 3 نفر از افراد وی جان باخته و بیش از 10 تن از اعضای گروه تان نیز کشته شدند. این در حالی است که قبلا منابع مردمی در گفتگو با سنترال افغانستان مدعی بودند که در جنگ‌های 24 ساعت گذشته 4 نفر از اعضای جبهه مقاومت و 15 نفر از گروه تا کشته شدند، اما برالای سنگین کشته شدن 3 تن از افراد خودش و 10 تن از نظامیان گروه تا را تایید می‌کند. اندراب‌ها و خسته‌فرینگ در بغلان هر از گاهی شاهد درگیری‌های سنگین بین نیروهای جبهه مقاومت و نظامیان گروه تا است. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده است که 5 شهروند این کشور از بند گروه تا رها شدند، اما وزارت خارجه بریتانیا وضاحت ندادند که این افراد چه کسانی هستند، چه زمان و در کجای افغانستان بازداشت شده بودند. وزارت خارجه بریتانیا همچنان گفتند که این افراد کدام رابطه با حکومت قبلی افغانستان نداشت، اما با وجود توصیه هایی که برایشان شده بودن اینا سفر به افغانستان داشتن و در اونجا بازداشت شدن. اینکه ما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه تا هم در یک برنامه اعلان کرده است که 5 نفر از شهروندان بریتانیایی را آزاد کردن. او گفته است که افغانستان امن است و هر کسی میتونه برای سفر به افغانستان و سرحد بیاید. باشندگان ولسوالی مرکز بیسود و به خصوص مناطق مرک و قریجات اطراف مرک مدعی هستند که تعداد زیاد از شهروندان و باشندگان این مناطق توسط نظامیان گروهی تا بازداشت، لتکوب و حتی خیلی هایشان مجبور به ترک خانه هایشان شدند. ما گزارش بیشتر امروز هم منتشر کردم. یکی از باشندگان محل در گفتگو با سنترال افغانستان افزود که تا به حال حتی اموال شخصی مردم توسط کوچه ها و نظامیان گروهی تا به تاراج برده شده و ده ها تن تا به حال بازداشت و شکنجه و از نزدشان پول گرفته شده. ما به تازگی 10 روز قبل شمار زیادی از باشندگان مناطق مختلف مرک بازداشت شده که مشخص هم نیست آیا در مرکز بیسود نگهداری میشه و یا که به ولایت میدان وردک منتقل شده و یا هم به کابل، اما آنان از برخورد خشین و نادرست نظامیان گروه تا انتقاد کرده و میگن که در هفته های گذشته آنان 2 پسته در مناطق مرک ایجاد کرده که باعث ناراحتی مردم شده است. مسئولان گروه تا ما در گفتگو با سنترال افغانستان تمام این ادعا را رد کرده و میگوید که عدالت در بیسود برقرار است و مردم هم کاملا از ما راضی است. آنان در پاسخ به پرسش خبرنگار سنترال افغانستان مبنی بر ایجاد 2 پسته در مرک گفت که دلیلش هم دلیل اعزام این نیروها درخواست مردم بوده است، زیرا به گفته آنان افراد اخلالگر در مناطق پیدا شده بود و ما وضاحت نداد که منظورشان از افراد اخلالگر چه کسانی است. منابع محلی در ننگرهار میگن که در نتیجه انفجار ماین در این ولایت دست کم 2 نفر کشته شده و به شمول نظامیان گروه تا که 5 نفر از نظامیان گروه تا است 28 نفر دیگه هم زخمی شده است.
منابع محلی میگه که انفجار ساعت 10 پیش از چاشت روز دوشنبه 3 جوزا در مربوطات ولسوالی غنیخیل این ولایت رخ داده است. برخی منابع همچنان مدعی هستند که این انفجار در موتر شاه محمود هجرت رئیس شفاخانه غنیخیل رخ داده که در نتیجه برخی میگه او کشته شده، برخی میگه او زخمی شده است. ادامه قتل های مرموز در هرات، جسد یک دختر جوان در داخل بوجی از جبرائیل هرات پیدا شده است. منابع محلی در گفتگو با سنترال افغانستان میگه یک مرد در جبرائیل زمانی که به بام خانهش میره متوجه میشه که یک بوجی پر در بام خانهش ماندگی است و زمانی که را باز میکنه میبینه که جسد یک دختر جوان است در حالی که به صورتش شلیک شده است. بعدا مسئولان گروه تا صاحب خانه و دو همسایش را هم بازداشت کرده و جسد این دختر هم امروز به شفاخانه حوزوی در هرات منتقل شده. اما جزئیات بیشتر در دسترس نیست که این دختر کی بوده و توسط چه کسانی به قتل رسیده است. اما فردی که این جسد بالای بام خانهش انداخته شده است مدعی است که کار او نبوده و دستان دیگر پشت این قضیه هستند و قصدن جسد را بالای خانه او انداخته است. و خبر خوب هم از استرالیا داریم. یک زن افغانستانی تبار به مجلس سنای استرالیا راه پیدا کرد. فاطمه پیمان شهروند افغانستانی تبار استرالیایی هست که به مجلس سنای این کشور راه پیدا کرده است. او هم مسلمان هست و کاملا هم با حجاب. انتخاب او به عنوان سناتور در مجلس استرالیا در روز دوشنبه 3 جوزا روز پناهندگان در جهان صورت گرفته است. فاطمه پیمان اولین زن مسلمان است که به مجلس سنای استرالیا راه پیدا کرده است. او در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود گفته است که ما پیروز شدیم. من با افتخار اعلام میکنم که رسما به عنوان سناتور استرالیایی استرالیای غربی انتخاب شدم. این نکته از آن جهت برای من جالب است که کسانی که در افغانستان در رأس قدرت قرار گرفته زنان را زندانی کرده اما داد از عدالت و شریعت و اسلام و قانون میزند. اما آن سوتر از این کشور کسانی که از دست همین گروها از دست همین حاکمان فرار کرده با حجاب کاملا اسلامی در سنای استرالیا راه پیدا میکند. او خانم از همین افغانستان است، از همین افغانستانی که تمام زنانش مثل او با حجاب هستند اما اکنون مجبور هستند که چادری رو به عنوان حجاب بپذیرند. هرچند که زنان افغانستان مجبور نیستن و باید در این قبال تلاش بکنن تا چادری سرشان تحمل نشوند و همکاری همه شهروندان افغانستان به خصوص مردان را هم میخواهد. تظاهرات پناهجویان افغانستانی در شهر باتوم اندونزی با خشونت افراد غیر مسئول استقبال شد. همزمان با 20 جون روز جهانی پناهندگان، پناهجویان افغانستانی در شهر باتوم اندونزی دست به اعتراض زدند نسبت به اینکه چرا اونا از این کشور به کشورهای سومی منتقل نمیشه و پرونده های مهاجرتشان بررسی نمیشن. اما افراد پیدا شدند که سرکار را بند کردن و در واقع خواستند که تقابل بین باشندگان محل و مهاجران ایجاد بکنه و در نتیجه پلیس هم نظارگر بوده و مهاجران افغانستان در اندونزی شکایت دارن که ما مورد ضرب و شتم هم قرار گرفتیم اما پلیس کار خاصی انجام نداد. آنان خواهان این هستند که اداره مهاجرت سازمان ملل متحد پرونده هایشان را بررسی کرده و این مهاجران را به کشورهای سومی منتقل کند. از توجه و همراهیتان جهانی سپاس. اگر از دریچه فیسبوک بیننده هستین این گزارش را به اشتراک بگذارید.